به نام خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام و درود و وقت بخیر دارم خدمت تک تک شما عزیزان. امیدوارم که حالتون عالی باشه و دمتون گرم که با نظرها و پیشنهادها و انتقادهای سازندتون سرخط رو همراهی میکنین. دوستان، به نظر میرسه که یه عده قصد داشتن رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین رو تحویل اسرائیل بدن که موفق نشدن. از ساعتی پیش شماری از نشریات انگلیسی از جمله نشریه سان و دیلی استار مدعی شدن که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از یه ترور نافرجام جان سالم به در برده است. پایگاه خبری نشریه دیلی استار چاپ انگلیس مدعی شده که گزارش‌های تایید نشده حکایت از آن دارد که خودروی ولادیمیر پوتین در معرض تلاش برای یک ترور احتمالی قرار گرفته است. همچنان برخی رسانه‌ها از خنثی کردن یک عملیات تروریستی پیچیده علیه رئیس جمهور روسیه خبر میدن. بر طبق اخبار منتشر شده، خودروی پوتین بمب‌گذاری شده بود. خب طبق گزارش رسانه‌ها، تلاش نافرجام ترور پوتین اینجوری بوده که با حمله بهش، اولین خودروی اسکورت در کاروان پوتین توسط آمبولانس مسدود میشه. خودروی اسکورت دوم هم به دلیل یه مانع ناگهانی تغییر مسیر میده و از کاروان جدا میشه. بعدش هم انفجاری در چرخ جلویی لیموزینش رخ میده و خب دود بلند میشه دیگه. اما خودرویی که منفجر شده یه وسیله نقلیه تقلبی بوده. حالا بریم ببینیم اصل ماجرا چیه و پشت پرده شایعه ترور پوتین کلن چه موضوعی هست. باید عرض کنم خدمتون که اولگا لاتمن، خبرنگار و تحلیلگر ویژه مسائل کرملین، خبر ترور پوتین رو کلن تکذیب کرده. این خبرنگار ساکن نیویورک شایعه ترور پوتین رو به یک کانال تلگرامی وابسته به سازمان اطلاعات روسیه نسبت داده و به کنایه نوشته که این کانال تلگرامی تا حالا 10 بار پوتین رو کشته. این خانم یادآور شده که در مورد پخش کردن اخباری که هیچ منبعی ندارن و میخوان وحشت ایجاد کنن احتیاط کنین. این خبرنگار در توییتی نوشته واسه کسایی که پرسیدن شایعه تلاش برای ترور پوتین از کانال تلگرامی عجیبی منتشر میشه که به احتمال زیاد توسط اطلاعات روسی اداره میشه و تا کنون پوتین 10 بار در آن کشته و زنده شده است. میگم الان حال براندازای روسیه هم دیدنی یا تیر آخرشون هم به سنگ خورده. در این حال و همزمان از اوکراین هم خبر میرسه که میخواستن زلنسکی رو هم ترور کنن. داستان داره جالب میشه. اینجاست که باید بگم چه خبرتونه آقا؟ چه خبرتونه؟ گزارش خبرگزاری رویترز میگه سرهی نیکیفوروف، سخنگوی ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، از وقوع حادثه رانندگی برای زلنسکی خبر داده و گفته که او از این حادثه جان سالم به در برد. نیکیفوروف توضیح داده که یک خودرو به کاروان حامل زلنسکی که پس از بازگشت از سفری به شهر ایزیوم واقع در شمال شرقی اوکراین در حال عبور از خیابان‌های کیف بود برخورد کرد. وی در ادامه گفت زلنسکی توسط یک پزشک مورد معاینه قرار گرفته و مورد خاصی هم مشاهده نشده. او همچنان گفته است که راننده خودروی برخورد کننده با کاروان زلنسکی به حدی دچار آسیب شده و به بیمارستان منتقل شد. جزئیات بیشتری از عمدی یا غیر عمدی بودن این حادثه هنوز منتشر نشده است. تمامی شرایط حادثه توسط ماموران انتظامی بررسی میشه. میگم چه ترور در تروری شده. در حالی که یه سری کشورهای جهان به جون هم افتادن و اروپایی های نایس هم دارن از سرما یخ میزنن، ایران داره هر روز باعث زحمت بیشتر شرکت بیمه میشه و یه عده رو راهی بیمارستان میکنه. این ویدیو رو ببینین متوجه حرفام میشین. این شما و اینم سامانه ترپو اسکتر ساخت ایران. این سامانه که دارای یه سامانه رمز کننده اطلاعات هست، با ارسال اطلاعات به جو زمین با یه فرستنده و انعکاس این اطلاعات از جو با یه گیرنده، این اطلاعات رو دریافت میکنه و به عنوان یکی از لایه‌های ارتباط پدافند هوایی استفاده میشه. انواع رمز کننده های بی سیم های مختلف زمین به هوا در باند های مختلف UHF, VHF و HF و رادیوهای پرظرفیت دید مستقیم و سامانه تروپو اسکتر از جمله تجهیزاتی هستند که با اتکا به دانش بومی در صنایع داخل کشور تولید و به صورت عملیاتی در نیرو به کار گرفته میشه. این تروپو در لبه تکنولوژی و توان ساختش در اختیار 3-4 کشور جهان هست. خب این میاد از لایه های تروپوسفر استفاده میکنه و امواج رو به لینک مقابل خودش ارسال میکنه. چه قابلیت هایی داره؟ این به خاطر اینکه خود این دو نقطه رو باید شما طراحی بکنید و در نقطه دیگه جواب داده نمیشه به اون خوبی، لذا شنود رو عملا برای دشمن در این سیستم غیر ممکن میکنه. خب این مطمئنن در سطح کشورهای اطراف و خاورمیانه کسی توانمندی ساخت این رو تا الان نداشته، حداقل ما این رو
اطلاع داریم که این توانمندی وجود نداره. بس ما الان میشه گفت در خیلی از موارد واقعا در لبه تکنولوژی هستیم. الان یه عده برمیگردن میگن که اینا رو میخوایم چیکار؟ دنیا دنیای گفتمانه. آره حق با توی پاشینیان هم همینو میگفت. در راستای پیشرفت ایران و زحمت بیشتر شرکت بیمه این ویدیو رو هم ببینین که خدایش حیفم اومد شما هم لذت نبرین. میگم آخوندا زحمت کشتن شرکت بیمه های اسرائیل رو هم به کار بیشتر واداشتن. پهپاد اختصاصی ایران برای حمله به حیفا و تل آویو، نامش آرش 2 و قرار است تا با برد نزدیک به 2000 کیلومتری خود تل آویو و حیفا را در تیرس خود قرار دهد. این تصویر فاصله ایران تا سرزمین های اشغالی است، آن هم با فاصله نزدیک به 1100 کیلومتر. پهپادی که نامش آرش شد تا نام و یاد اسطوره اساطیری ایران را پس از چند سده دوباره زنده کند و کمانی که بار دیگر کشیده می شود تا حافظ جان و مال مردم ایران زمین باشد. آرش و دو را ما مخصوص خلاصه تهاجم به حیفا و تل آویو در نظر گرفتیم. یعنی پرنده بی نظیریه، برای این کار ساخته شده. آرش 2 با برد نزدیک به 2000 کیلومتر در دو نمونه مجهز به جستجوگر تلویزیونی و فروسرخ ساخته شده و قادر است تا اهداف مختلف را با دقت بالا از پای درآورد. این پهپاد که عملیات خود را در رزمایش اقتدار 1401 نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران به خوبی انجام داد، برای اولین بار در نمایشگاه تجهیزات دفاعی نیروی زمینی ارتش در اصفهان به نمایش گذاشته شد. آرش 2 بردش 2000 کیلومتر، بزرگترین و بهترین پهپاد نقطه زن موجوده. پهپاد مقتدری که نه تنها ترس به جان دشمنان خاک ایران انداخت. حالا اگر بین 1000 تا 2000 کیلومتر در این بازه برده این پهپاد باشه، میشه گفتش که به اسرائیل میتونه برسه، با فرض اینکه از آسمان ایران بلند بشه یا از سوریه. از آسمان ایران بلند بشه. سبب واهمه رسانه‌های معاند هم شده تا چنین تیترهایی برای آرش بزنند. اما در انتهای این ویدیو هم یه سری بزنیم به درگیری‌های باکو و ارمنستان. دوستان، اینطور که به نظر میرسه بعد از کشته شدن 155 سرباز، حالا یا بیشتر یا کمتر، ایروان و باکو بر سر توقف درگیری‌ها توافق کردند. دبیر شورای امنیت ملی ارمنستان اعلام کرده که ایروان و باکو بر سر آتش‌بس جهت پایان دادن به خشونت‌های دو روز اخیر به توافق رسیدند. آرمن گریگوریان روز چهارشنبه اعلام کرده که مقامات ارمنستان و جمهوری آذربایجان تصمیم به توقف درگیری‌های مرزی گرفتند و این آتش‌بس از ساعت 8 شب به وقت محلی که میشه 14 سپتامبر اجرا شده. چند ساعت پیشتر وزارت دفاع ارمنستان هم گزارش داده بود که گلوله باران‌ها متوقف شدند، اما در آن به توافق آتش‌بس اشاره‌ای نشده بود. باکو تا این لحظه به این ادعاها واکنش رسمی نشون نداده. بنابر آمارهای رسمی ایروان، تعداد کشته‌های دو طرف در جریان درگیری‌های آخر به 155 نفر رسیده و این در حالیه که معترضان چهارشنبه شب با تجمع در خیابان‌های پایتخت نیکول پاشینیان رو به خیانت به کشور و تلاش برای راضی نگه داشتن باکو متهم کردند و خواستار استعفای نخست وزیر شدند. لازم به ذکر که متنی در رسانه‌های مجازی منتسب به پاشینیان منتشر شده بود که در اون اومده بود ما قصد داریم سندی رو امضا کنیم که بر اساس اون مورد انتقاد، سرزنش و خائن قرار بگیریم و مردم حتی بتوانند ما را از دولت بیرون کنند، اما همچنان سپاسگزار خواهیم بود زیرا در نتیجه توافق جمهوری ارمنستان آرامش و امنیت پایدار خواهد داشت. من حاضرم هر تصمیمی که تضمین کننده آن باشد را امضا کنم. من علاقه‌ای به این ندارم که چه اتفاقی برای من خواهد افتاد، بلکه برای جمهوری ارمنستان اتفاق می‌افتد. خب همین بیانیه باعث آشوب‌ها شده بود که بعد از ساعتی کل این بیانیه توسط پاشینیان تکذیب شد و اون رو توطئه رسانه‌های خارجی یا همون ترکی دونسته. در همین راستا ایران هم که مرز مشترک با هر دو کشور داره، طی روزهای گذشته از اعزام نیروهای نظامی خودش به نوار مرزی و تلاش برای کنترل اوضاع و ممانعت از جابجا شدن مرزها خبر داده بود. همزمان رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه هم به ارمنستان توصیه کرده که انرژی و زمان خود را در جهت برقراری آرامش مصرف کنه.
او رویه فعلی ایروان رو غیر قابل قبول و همراه با پیامد توصیف کرد. در این رابطه من چیزی نمیگم عزیزان، خودتون هر نظری دارین زیر همین ویدیو برامون کامنت کنین. خیلی ممنون و متشکرم که تا انتها با ما همراه بودین. لطفاً لایک و سابسکرایب ها فراموشتون نشه و سعی کنین این ویدیو رو واسه دوستاتون هم بفرستینش تا یه ویدیوی دیگه در پناه حق باشین.